رادیو صدای زندانیان سیاسی. با درود و وقت بخیر خدمت همه شما شنوندگان عزیز و محترم، من سحرناز عباس‌زاده به همراه بقیه همکارانم با رادیو صدای زندانیان سیاسی همراه شما هستیم. بیست ژوئن روز جهانی حمایت از زندانیان سیاسی در ایران. امسال در شرایطی به 20 ژوئن روز جهانی حمایت از زندانیان سیاسی در ایران نزدیک می‌شویم که رژیم از آنجا که در زیر ضربات بحران‌های متعدد و مبارزات و اعتراضات وسیع کمر خم کرده است، بیش از گذشته به اعدام و سرکوب جنبش آزادی‌خواهانه زنان، کارگران، معلمان و دیگر جنبش‌های اجتماعی پیشرو و فشار بر زندانیان سیاسی متوسل شده است. امسال نیز کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی از تمام مردم آزادی خواه ایران، احزاب، سازمان‌ها درخواست می‌کنی از هر طریق ممکن صدای رسای زندانیان سیاسی و خانواده دادخواهان در ایران باشند. کنفرانس 20 ژوئن کنفرانسی برای آزادی زندانیان سیاسی هستش. کنفرانسی برای تقویت انقلاب زن، زندگی، آزادی. در همین راستا امروز مهمان عزیزی همراه ما هستند. حسن صالحی، سخنگوی کمیته بین‌المللی علیه اعدام. درود به شما جناب صالحی و ضمن تشکر از اینکه در برنامه صدای زندانیان سیاسی شرکت کردین. همونطور که خودتون میدونید 20 ژوئن روزی هستش که در ایران به حمایت از زندانیان سیاسی و نه به اعدام اختصاص داده شده. از شما در مورد این روز میخوایم که بیشتر بشنویم. شما جایگاه روز جهانی حمایت از زندانیان سیاسی رو چگونه ارزیابی میکنید؟ درود بر شما، بسیار ممنونم که این وقت رو در اختیار من گذاشتید، متشکرم. ببینید، من از اینکه یک روزی به عنوان یک روز جهانی برای حمایت از زندانیان سیاسی در ایران تعیین شده بسیار خوشحالم و این مسئله بسیار مهمی هستش و دوستان ما در کمیته برای آزادی زندانیان سیاسی مبتکر این ابتکار بودند و چند سالی فرحال چند سال متوالی هستش که برگزار میشه و جا افتاده، به درجات زیادی هم این روز جا افتاده. مناسبتش هم خب طبعا برمیگرده به اون سرکوب های 30 خرداد 60 که جمهوری اسلامی شمشیرها رو از رو بست و انقلابی رو که مردم از سال 57 انجام داده بودن و چند سالی حکومت نتونسته بود خودش رو مستقر بکنه، با سرکوب خونین و کشتار و اعدام های فلهی و دستگیری و بازداشت فلهی مخالفین برای سعی کرد رو انقلاب سرکوب بکنه و سرکوب کرد و تعداد زیادی در اون ایام 30 خرداد 60 دستگیر شدن، اعدام شدن، به اسارت رژیم در اومدن و این چف شدن مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و اون مناسبت، اون هم به هر حال مناسبت مهمی بود که اختیار شد از جانب کمیته برای آزادی زندانیان سیاسی. ببینید، مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی یک رکن مهم مبارزه علیه جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی آزادی رو به اسارت کشیده و هر کسی که از حق و حقوق خودش دفاع میکنه و میاد تو خیابون، حالا برای مطالبات صنفی خودش، برای مطالبات سیاسی خودش، از زن گرفته تا بازنشسته تا کارگر تا جوان تا هر کسی که به هر حال حقوق خودش میخواد و میخواد آزاد زندگی بکنه و یک زندگی شایسته انسان داشته باشه، اینا میان میگیرن، دستگیرش میکنن تحت عنوان اینکه مخالف اسلامه، مخالف شریعت اسلامه و به این ترتیب جلوی آزادیخواهی مردم گرفتن، جلوی یک زندگی شایسته رو برای مردم گرفتن با سرکوبای سیاسی که آغاز کردن. بنابراین مبارزه برای آزادی زندان سیاسی عجینه با مبارزه برای آزادی و وسیع ترین آزادی های سیاسی و مدنی. یعنی ما وقتی برای میگیم زندانی سیاسی آزاد باید گردد، ضمن اینکه خواستار آزادی اون عزیزانی هستیم که در بندن به دلیل اعتقادشون، به دلیل انتقادشون، به دلیل حق خواهیشون، در این حال درست داریم میگیم که این حق بنیادی مردمه که بتونن حرف خودشونو بدون هیچ عواقب
بازداشت و زندان بزنن، بتونن تجمع کنن، بتونن تشکیلاتی درست کنن، احزاب درست بکنن، بتونن نقد خودشونو بگن، بتونن مذهب رو به نقد بکشن، در به اصطلاح به طنز بکشن، به تمسخر بکشن و به سخره بگیرن، حکومت و ارکان و حکومت رو به نقد بکشن، و این آزادی باید وجود داشته باشه. وقتی که این آزادی وجود نداره، اون موقع زندانی سیاسی به وجود میاد، کسایی که برای تحقق این مطالبات یا آزادی ها دارن مبارزه میکنن، اینها حکومت های مستبد خفقان مختنق اونها رو دستگیر میکنن و روانه زندان میکنن که بالاخره برای مردم خط نشون بکشن و به بقای ننگین خودشون ادامه بدن. بنابراین مبارزه برای آزادی زندانیان سی فقط مبارزه نیست که برای آزادی دوست عزیزان در بند باشه، در این حال مبارزه برای به دست آوردن همه آزادی و وسیع ترین آزادی های سیاسی و مدنی در ایران. آیا به عقیده شما برگزاری این روز میتونه در نهادهای داخلی و بین المللی تاثیرگذار باشه؟ طبعا اینطوریه. این برگزاری چنین روزهایی مورد توجه قرار میده. مسئله زندانیان سیاسی، مسئله سرکوب آزادی های سیاسی در ایران رو مورد توجه قرار میده و موجبی میشه که ما بتونیم در سطح بین المللی، در سطح داخلی بین المللی، همه جا صدای زندانیان سیاسی باشیم. البته صدای زندانیان سیاسی به طرق مختلفی از زندان ها به خوبی شنیده میشه. پیام های خیلی شجاعانه، جسورانه ای که از زندان ها میاد گواه اینه که بالاخره با پایداری و مقاومت در مقابل حکومت اسلامی دارن از آزادی خواهی دفاع میکنن و خب اینها مهمه و طبعا برگزاری چنین روزهای پرتو میندازه رو مسئله مهمی که جامعه ایران بهش مبتلاه، سرکوب آزادی های سیاسی و زندانیان سیاسی، اعدام و همچنین موارد دیگه ای. و بنابراین اون موقع میشه توجه جهانیان جلب کرد که خب در زندان های ایران چی میگذره، چگونه با زندانیان برخورد میکنن و ما از مقامات بین المللی بخوایم که رسیدگی بشه، جمهوری اسلامی رو تحت فشار بذارن و بخوان که به هر حال جلوی بازداشت های بیشتر، جلوی اذیت و آزار فعالین اجتماعی مدنی در ایران رو بگیرن و اعمال فشار بشه علیه جمهوری اسلامی. به نظر من و نهایتا ما باید کار بکنیم که این رژیم به خاطر این اعمال سرکوبگرانش مورد بایکوت قرار بگیره و در مورد انزوا قرار بگیره راستش، و بفهمه که مردم دنیا همچین رفتار خشونت آمیزی رو نسبت به شهروندان یک کشور نمیپذیرن و خواهان محکوم کردن این رفتار هستن و جلوی این رفتارها قاطعانه میایستن. بنابراین بسیار به نظر من این مناسبت ها مهمه که داشته باشیم. و در نهایت پیام شما برای قشر خاکستری و مردم ایران در حمایت از زندانیان سیاسی چی هستش؟ ببینید راستش من زیاد به این قشر خاکستری و اینا اعتقادی ندارم. من فکر میکنم مردم ایران، اکثریت قاطع مردم ایران علیه این حکومت هستن. خب بعضیا بیشتر در میدان هستن، بعضیا کمتر شاید، ولی همه دل خونی دارن از حکومت و یک شرایطی فراهم بشه، به نظرم ما شاید این خواهیم بود که مردم در ابعاد میلیونی به خیابان خواهند آمد و اعتراض خواهند کرد و بساط زور و ظلم و ستم و سرکوب جمهوری اسلامی رو برمیچینن و از بین خواهند برد راستش. بنابراین اون چیزی که مهمه اینه که به نظر من ما بتونیم یک کارزارهایی رو ایجاد بکنیم که بخش‌های مختلف مردم و جامعه رو در بر بگیره. و الان مثلا فرض کنید خود کمیته برای آزادی زندانیان سیاسی که کنفرانسی داره، یک برنامه آنلاینی داره که طیف‌های متنوعی از گروه‌های مردمی در شرکت می‌کنن
و دارن به اتفاق نظر، اشتراک نظر برای یک مبارزه مشترک بر سر مسئله زندانیان سیاسی میرسن و این بسیار دستاورد بزرگی هستش. و این همگرایی، حالا علارغم هر گونه اختلافاتی که داریم، باورهای متفاوتی ممکن داشته باشیم، ولی جمع شدن سر محورهایی که باور و اعتقاد مشترک ما هستش باعث میشه که ما بتونیم با قدرت بیشتر، با نیرومندی بیشتری در میدان باشیم، ظاهر باشیم. و ما این تجربه رو در کارزار جهانی نه به اعدام داریم. اگر دوستان این تجربه رو در مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی بتونن شرایط رو فراهم بیارن که دستهای بیشتری در دست هم بگذارن، به نظر اون موقع اون بخشای از مردم هم که کمتر فعال هستن درگیر میشن، به جلو میذارن و به نظر من ما یک کارزار قوی و نیرومند رو در سطح ایران و در سطح جهان برای آزادی زندان سیاسی میتونیم داشته باشیم و میتونیم امیدوار باشیم که به زودی زود درهای زندان رو باز بکنیم، زندان سیاسی آزاد بشن و حتی به شرایط اسفبار زندان ها در ایران هم پایان بدیم. مرسی از اینکه این وقت رو در اختیار من گذاشتید. خیلی ممنون از توضیحاتتون جناب صالحی. حسن صالحی، سخنگوی کمیته بین‌المللی علیه اعدام. به امید آزادی همه زندانیان سیاسی و به امید ایرانی آزاد، روز و روزگار خوش. رادیو صدای زندانیان سیاسی.